Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Farhad, ich bin Deutschlehrer und ein Sprachcoach. In diesem Video wollen wir gemeinsam unregelmäßige Verben lernen. Diese Verben sind für das Niveau A1. Salam, Zabanamizane Aziz, be Kanal Almanye Sift Hastad, khosh amedid. قسمت هفتم از مجموعه فعل های بی قاعده ست آیه که با هم کار میکنه لست در اون ریگل مسیگ وربن آینز، پس فعل ها رب میگیره به ست آینز. ما در قسمت های یا ویدیوهای قبلی بعضی از افعال کار کردیم که میبینیم هم معنای فارسی داده شده به صرف فعل به زمان پرزنس یا حال و همچنین زمان گذشته پارتیسیپ پرفکت. چون فعل هایی گفتیم که در ویدیوهای قبلی هم گفتیم مودال ورب ها و همچنین فعل زاین و هبن، اگر ما خواسته باشیم در مورد گذشته صحبت کنیم، اگر از این فعل ها داشته باشیم یعنی مودال ورب ها و فعل زاین و هبن، درستی اینه که اینها به گذشته پریتریتوم استفاده کنیم و متباقی زمانی که ما در مورد گذشته صحبت میکنیم و فعل های مانند شغایبین که در اینجا داده شده داشته باشیم، اینها بهتر اینه که به گذشته پارتیسیپ پرفکت یا گذشته گفتاری صحبت کنیم. پس فعل اول ما هست شغایبین. شغایبین یعنی نوشتن. قسمت این فعل هست میشه و بعد نظر به ضمایر فاعلی، پسوندهای فاعلی داده میشه. ایش شغایب، دو شغایبست، هر زی اس شغایبت، وی شغایبن، هی شغایبت، زی شغایبن. خب در اینجا میبینیم که ما داریم ضمیر دو یعنی تو شکل جمعی داده شده که به زبان فارسی داری چنین ضمیری نیه، یعنی توها یا شما به شکل دوستانه یا غیر مؤدبانه استفاده میشه. هیا یعنی توها، شکل جمع ضمیر دوه. زی که حرف اولی بزرگ نوشته شده یعنی شما، شکل مؤدبانه استفاده میشه و این زی که هست یعنی که آنها. هر او مرد، زی او خانم، اس او بیجان یا او خونسا یا او بچه، دو تو ایش من و ویا یعنی ما. خب ما گفتیم که فعل شغایبین و همچنین فعل هایی که غیر از مودال ورب ها و فعل های زاین و هبین هست به گذشته زمان استفاده میکنیم باید به گذشته پارتیسیپ پرفکت استفاده شه. اگر به پریتریتوم هم استفاده شه اشتباه نیه، اما صحیح اینه که به گذشته پارتیسیپ پرفکت استفاده شه. زمانی که ما به گذشته پارتیسیپ پرفکت استفاده میکنیم همراه دو فعل کمکی گذشته پارتیسیپ پرفکت ساخته میشه، یا فعل هبن و یا فعل زاین، که بیشتری فعل ها در حالت گذشته پارتیسیپ پرفکت همراه فعل هبن ساخته میشه. بعضی از فعل ها که همراه فعل زاین ساخته میشه که ما اینها در اینجا کار میکنیم، باز فعل هبن و زاین نظر به همون ضمیری که استفاده شده باید صرف بشه و خود فعل به شکل پارتیسیپ پرفکت آخر جمله قرار میگیره و فعل هبن یا زاین قسمت دوم یا موقعیت دوم در جمله داره. زی هات گیشقیبن، زی هات گیشقیبن، زی منظور از او خانمه، پس زی هات گیشقیبن او نوشت. میبینی همراه فعل هبن آمده و گذشته یا پارتیسیپ پرفکت فعل شغایبن میشه گیشقیبن. و همچنین مثال داریم، ما هر شغایبت این پات سالن اندی تافل، او چند عدد روی تخته می نویسد. هر شغایبت این پات سالن اندی تافل. نمبر 2 شویمن. شویمن یعنی که آب بازی کردن یا شنا کردن. قسمت این فعل هست میشه و بعد پسوندهای فاعلی داده میشه. ایش شویمه، دو شویمست، هر زی اس شویمت، وی شویمن، هی شویمت، زی شویمن. فعل شویمن از جمله فعل های هست که وقتی که ما به گذشته پارتیسیپ پرفکت استفاده میکنیم همراه فعل کمکی زاین استفاده میشه و فعل زاین باید نظر به همون ضمیر فاعلی که استفاده میکنیم صرف شه. چی زمان از فعل های کمکی زاین در حالت گذشته پارتیسیپ پرفکت استفاده میشه؟ زمانی که ما فعلی داشته باشیم که از نقطه آ به نقطه ب تغییر حالت، تغییر جذبه و از آن وقت میتونی که ما از فعل کمکی زاین استفاده کنیم. هر ایست گیشوومن، هر ایست گیشوومن، هر ایست گیشوومن، ببخشید هر ایست گیشوومن. میبینیم که کاملا همون حرف صدادار از او تغییر شکل داده، ای به او تغییر شکل داده. هر ایس گی شوومن. و همچنین مثال داریم، ما هر کان نیشت شوومن، هر کان نیشت شوومن،
او نمیتواند آب بازی کند. هر کان نیشت شویمن. نمبر دقای ذهن. ذهن یعنی دیدن یا مشاهده کردن. ایش زه دو زست هر زی اس زد وی ذهن هی زد زی زی ذهن. همراه فعل کمکی هبن استفاده شده هر حد گذهن. هر حد گذهن. ویلست دو ماینن گارتن ذهن. میخوایی باغ من را ببینی. و فعل ذهن از جمله فعل هایی هست که خاصیت اکوزاتیوی داره. پس اگر ما پوسسیف آرتیکل داشته باشیم و همچنین یا خود آرتیکل داشته باشیم چی بالاته بیشتیم یا اون بیشتیم، ما باید که به حالت اکوزاتیو در بیاریم. خب ویلز دو ماینن گاردن ذهن. میخوایی باغ من را ببینی موضوع اکوزاتیو. فقط همین بفهمیم که فعل ذهن از جمله فعل های اکوزاتیو سازه. سیست دو بیت مال نخدن کندرن. لطفاً بچه ها را ببینید. خب ما فعل ذهن گفتیم به معنای دیدن یا مشاهده کردنه و از جمله فعل هایی هست که اکوزاتیف سازه. پس مفعولی که در جمله استفاده میشه باید با حالت اکوزاتیف در بیه. اما خود فعل ذهن حرف اضافی هم از خود داره که حرف اضافی و نخه. و نخ از جمله حروف اضافیه که داتیف سازه. پس در این جی وقتی که ما حرف اضافه داشته باشیم حرف اول و آخر حرف اضافه میزنه. پس در این جی ما مفعولی که استفاده میکنیم باید با حالت داتیف در بیایه. زیست تو بیت مال نختن کیندرن. لطفاً بچه ها را ببینید. نمه فیه زاین کاملا فعل پرکاربردیه که از جمله فعل های بیقایدیه که باید همیشه شکل اینها شما یاد بگیرین یا میخانیک کنین. فعل زاین به معنای بودن یا وجود داشتن. ایش بین دو بیست ه زی اس است ویه زند هیه ساید زی زی زند. و خود فعل زاین که به معنای بودن یا وجود داشتنه وقتی که میخواییم در گذشته پارتیسیپ پرفکت استفاده کنیم باید همراه فعل کمکی خود زاین استفاده کنیم. پس ببینیم که ما در اینجی داریم هر ایست میتونه بین از اینها هر چیزی قرار بگیره. چیزی که مهمه شکل پارتیسیپ پرفکت فعل زاین میشه گویزن. هر ایست گویزن. هر ایست گویزن. گویزن پارتیسیپ پرفکت فعل زاینه و فعل کمکی از او هم فعل زاینه. وی زند فرانده. ما دوست هستیم. هر ایست دریسیش یاره آلت. او 30 ساله است. نمه فونف زیتزن نشستن. ایش زیتزه دو زیتز هر زی اس زیتز وی زیتزن هی زیتز زی زی زیتزن. فعل زیتزن که به معنای نشستنه همراه فعل کمکی هبن در حالت گذشته پارتیسیپ پرفکت استفاده میشه و پارتیسیپ پرفکت فعل زیتزن میشه گزیزن. زی هات گزیزن. زی هات گزیزن. زی هات گزیزن. پس همراه فعل کمکی هبن استفاده شده. زیتزن زی بکویم. زیتزن زی بکویم راحت نشستهید. بکویم یعنی راحت. و به وقتی که فعل به اول میای از جمله سوالی های بله نه خیره. پس میتونیم با یا و دان نای جواب سوال بده. ماین بغود زیتز این برلین. برادرم در برلین نشسته است. ماین بغود زیتز این برلین. برادرم در برلین نشسته است. نمبر 6 شپغیشن. شپغیشن یعنی صحبت کردن حرف زدن. شپغیشن. ایش شپغیشه دو شپغیشت هر زی اس شپغیشت وی شپغیشن هی شپغیشت زی زی شپغیشن. برای شخص دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد میبینیم که ای به ای تغییر حالت یا تغییر شکل داده. پس بعضی از فعل ها هسته که همو حرف صدادار یا همو حرف واول از او تغییر حالت میده. پس ببینیم برای دو و همچنین برای هر زی اس تغییر شکل داده. دو شپغشت هر زی اس شپغشت وی شپغشن هی شپغشت زی زی شپغشن. همراه فعل کمکی هبن استفاده شده هر حد گشپروخن. هر حد گشپروخن. و همچنین مثال داریم همراه زی فعل وان شپغست دو میت داینر شوستر.
Wann sprichst du mit deiner Schwester? کی میخوای با خواهرت صحبت کنی؟ یکی از حرف های اضافه فعل اشپرشن میته و میتم از جمله حروف اضافه داتیف سازه. پس ببینید که بعد از او مفعولی که استفاده شده باید به حالت داتیف در بیایه. دی شوستر بوده شده داینر شوستر. این خاصیت داتیفه که موضوع داتیفه اگر شما بلد باشید میفهمید که میت به خاطری که بعد داتیف سازه بعد از خود داتیف کرده. پس بدانیم که حرف اضافه اشپرشن میته که به با یا همراه معنا میده. Wir müssen über den Zeitplan sprechen. ما باید در مورد برنامه صحبت کنیم. پس ببینیم که یکی از حروف اضافه دیگری که همراه فعل sprechen استفاده میشه über که در مورد معنا میده یا درباره. و über از جمله حروف اضافه اکوزاتیو سازه. در پلان بوده دن پلان شده. پس wir müssen über den Zeitplan sprechen. ما باید در مورد برنامه صحبت کنیم. Nino hat von dir gesprochen. می‌بینیم که مثلا به گذشته پارتیسیپ پرفکته. چیزی که مهمه اینه که نینو از شما صحبت کرد. پس یک حرف اضافه که فعل اشپرشن داره بازم فونه و فونم به معنای از و در از جمله حروف اضافه داتیف سازه. پس خود فعل اشپرشن سه حرف اضافه داره میت اوبر فون. میتو اوبر میتو فون داتیف سازه و اوبر اکوزاتیف سازه، یعنی بعد از اینها اسم یا مفعولی که قرار میگیره آرتیکل از او یا همو پوسسیو آرتیکل و هر چیزی که صرف شه باید به حالت داتیف در حالت اکوزاتیف به حالت داتیف در بیایه و همچنین اگر ضمیر از او هم استفاده شه باید به حالت داتیف باشه به خاطر که گفتیم فون از جمله حروف اضافه داتیف سازه. پس دینو هات فون دیا اشپروخن. نینو از شما صحبت کرد. نوما زیبن شپرینگن. شپرینگن یعنی پریدن. ایش شپرینگه دو شپرینگست هر زی اس شپرینگت وی شپرینگن هی شپرینگت زی شپرینگن. همراه فعل کمکی زاین استفاده میشه. زی ایست گی شپرونگن. زی ایست گی زی ایست گی شپرونگن. زی شپرینگت سوای میت اوخ. زی شپرینگت سوای میت اوخ. او به ارتفاع 2 متر میپرد. پس چیزی که مهمه شپرینگن یعنی پریدن. نمبر 8 اشتاد فندن. کاملا فعل پرکاربردیه و از جمله فعل های جدا شدنیه که میبینیم که اشتاد اما پیشوند فعل از خود فعل جدا میشه و آخر جمله قرار میگیره و خود فعل فندن که صرف در خیلی راحته و در درس قبلی هم کار کردیم به جایگاه دوم در جمله قرار میگیره در صورتی که فعل اصلی ما اشتاد فندن باشه و پسندای فایلیر میگیره و بین خود فندن و اشتاد میتونه هر چیزی قرار بگیره. اشتاد فندن یعنی برگزار شدن یا تشکیل شدن. فند اشتاد دو فندست اشتاد هر زی اس فندت اشتاد وی فندن اشتاد هی فندت اشتاد زی فندن اشتاد. خب همراه فعل کمکی هبن استفاده شده وقتی که ما میخوا فعل ترین بار داشته باشیم یا فعل های جدا شدنی و پیشوند سر جای خود فعل ما بین پیشوند و فعل یک گه قرار میگیره و پارتیسیپ پرفکت فعل ساخته میشه. پس ببینیم که اشتاد گفوندن اس هات اشتاد گفوندن و همچنین فعل هایی که ما داریم و قسمت این فعل حذف میشه و پسوند های فایلیر میدیم و به د یا ت ختم شه اگر برس دوم شخص مفرد و همچنین سوم شخص مفرد و همچنین هیا گفتین ضمیری هست که شکل جمع دوه اینها قبل از اینکه ما پسوند بدیم یک ام میدیم. مثلا مثال شده فندست ای گرفته فندت بازم ای گرفته یا فندت ببینید یک قبل از ت یک ای به خود گرفته به خاطری که درست تلفظ بشه زیباتر تلفظ بشه واضح تلفظ بشه. مثال داریم ما دست فست فندت ام
kommenden Wochenende statt. این جشنواره آخر هفته آینده برگزار می شود. پس حال منظور از برگزار شدن یا تشکیل شدن فهمیدیم. Das Fest findet am kommenden Wochenende statt. و statt شانده فعل آخر جمله قرار گرفت و فندن نظر به همو فایل صرف شد. این جشنواره آخر هفته آینده برگزار می شود. نمبر 9 stehen ایستادن بودن قرار داشتن شکل ایستاده stehe du stehst her sie es steht wir stehen hier steht sie stehen همراه فعل کمکی haben استفاده شده حالت پارتیسیپ پرفکت فعل sie hat gestanden stehen gestanden کاملا میبینیم که شکل فعل تغییر کرده sie hat gestanden ich kann nicht mehr stehen بیشتر از این نمیتوانم بایستم her steht auf dem teppich her steht auf dem teppich او روی فرش میستد her steht auf dem teppich او روی فرش میستد یا روی فرش قرار داره و البته به شکل استاده اشتهن استادن بودن قرار داشتن نمبر 10 تراگن تراگن یعنی که میبینیم معنای زیادی داره پوشیدن منظور از لباس عمل کردن بردن میوه دادن محصول دادن حال به مثال ها بهتر فهمیده میشه اشتراگه دو ترکست هر زی اس ترکت وی تراگن هیر ترکت زی تراگن همراه فعل کمکی هبن استفاده میشه هر هات اس گی تراگن هر هات اس گی تراگن ببینیم که ما اول مثال به حالت زمان حال کار میکنیم بعد خیلی راحت شما معنای از این میفهمیم هر ترکت اس او آن را میپوشد منظور از چیه؟ منظور از لباسه خب هر ترکت اس او آن را می پوشد پس میشه هر هات اس گیتراگن او آن را پوشید در باوم ترکت فروشته در باوم ترکت فروشته درخت میوه میدهد اگر از این ویدیو خوشتان ویدیو ما لایک کنین سوال داشتین کامنت بدین آلمانی صفر تا صد سابسکرایب کنین عضو کانال یوتیوب ما باشیم تا درس بعدی خدا یار و نگهدارش شما